اینجا در خانه تکواندو دیدارهای هفته اول و دوم از دور برگشت لیگ پیگیری شد. در طی این مسابقات 8 دیدار انجام شد. مهمترین دیداری که به قول یک فینال زودرس بود، شهرداری ورامین قهرمان دور گذشته و همچنین تیم دانشگاه آزاد اسلامی نایب قهرمان سال گذشته در روز اول با هم دیدار بسیار مهیج و فنی رو برگزار کردند. اون چیزی که در حساس ترین دیدار توجهمون رو جلب کرد حضور دو سرمربی بود که گفته میشه گزینه‌های اصلی برای هدایت تیم ملی هستند. تیم ملی که بعد از نتیجه نگرفتن در جام جهانی باکو حدود دو ماهی است که سکاندار نداره. حالا هنوز که پیشنهادی نشده انشالله. ولی برنامه داری چون؟ خب اگه پیشنهادی بشه قطعا خب بالاخره. قرار باشه من کمک بکنم. من به عنوان یک سرباز همیشه در خدمت خانواده تکواندو بودم و این باعث افتخارم میشه که این شرایط به وجود بیاد. به مسابقات لیگ برمیگردیم، جایی که حساسیت اونقدر بالا بود که در فصل نقل و انتقالات پای تکواندو کار المپیکیمون هم به شیابچانگ باز کرد، ولو برای یک دیدار. بعد از مسابقات فاینال گرنپری 2016 یه ریکاوری داشتم، تأمینات متوسط خودم رو که همیشه دارم انجام میدادم و این هفته به درخواست حالا تیم قبلی خودم هم یک هفته رو اومدم برای تیم شهرداری روبروی دانشگاه بازی کنم. در پایان هفته نخست تیم‌های یاسین پیشروی البرز، لوازم خانگی کن و پاس قوامین برنده شدند و دیدار حساس دو تیم دانشگاه آزاد و شهرداری ورامین به تساوی کشیده شد. و اما در هفته دوم تیم‌های شهدای مدافع حرم ساری و شهرداری ورامین حریفاشون رو از پیش رو برداشتند و دیدار تیم‌های پاس قوامین با لوازم خانگی کن و دانشگاه آزاد اسلامی با یاسین پیشروی البرز تساوی شد. با نتیجه‌ای که شهرداری ورامین در این هفته گرفت به همراه دانشگاه آزاد اسلامی در کورس مدعیان قهرمانی باقی موند و تکلیف قهرمان لیگ به هفته‌های پایانی موکول شد. غلامرضا منگلی، خبرگزاری صدا و سیما.